بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، امروز درس 18 بسلسلة كورس عقيدة در قرآن السنة ميخوانيم إن شاء الله تعالى. در درس قبلي ما شما فصل توحید شروع کرده بودیم که توحید در لغت و در اصطلاح ایره خواندیم و ایره هم گفتیم که خود یاد گرفتن توحید که است، این فرض است. یعنی کسی که عقیده توحید یاد میگیره یا یاد گرفتن عقیده توحید بالای هر انسان فرض عین است. و دلیلش هم گفتیم که نظر به آیت شریف که الله سبحانه و تعالی میگه فعلم انه لا اله الا الله، اینجا میگه فعلم، وقتی که امر شد امر دلالت به وجوب میکنه و یک قاعده هست، علما میگن که امر در شریعت دلالت به وجوب میکنه تا وقتی که قرینه مانعه نباشه، یعنی کدام چیزی که او را از واجب بودن به مستحب بودن بر نگردانه. اما اگر تو کدام دلیل بود که بازو را از وجوب به استحباب انتقال میداد، بازور علما سرش بحث میکنه که قرینه چی هست. خب منظور اینجاست که کدام قرینه مانع وجود نداره، اینجا بالای هر مسلمان واجب است و فرض است که توحید یاد بگیره. و این به خاطر از این است که زیاد تأکید که ما برای دوستا میکنیم که زیاد عقیده بخونین، روز به روز برای ما ثابت شده میره کسایی که عقیده را نمی فهمند، اینا خواهی نخواهی به مو حسابی که عمر رضی الله تعالی عنه برای کسی که تجارت میکرد یا در مارکت تجارتی او را میدید، احکام تجارت، احکام خرید و فروش، بیع را از پیشش پرسان میکرد. و عمر رضی الله تعالی عنه میگفت که اگر کسی احکام خرید و فروش و تجارت را نفهمد، خواهی نخواهی در سود، در ربا ای داخل میشه. کدام بیع جایز است، کدام ناجایز است، قرض چه قسم جایز است، قرض چه قسم ناجایز است، چی را قرض دادن میتونی، چی را قرض دادن نمیتونی، این مسائل را گفت که اگر کس نفهمه و خرید و فروش بکنه و تجارت بکنه، این حتما در سود و در حرام مبتلا میشه. و امی گپ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قدر پخته هست که برای ما عمل 100% ثابت شده که اگر کسی عقیده توحید نفهمه 100% به شرک مبتلا میشه، 100% به شرک مبتلا میشه. چطور به شرک مبتلا میشه؟ دیروز یکی از دوستا برای ما یک دو سه دانه کتاب داد. ما در این وقتا در این بحث شرکیات و کفریات سر مسائل تعویز و تعویز نویسی و دم و دعا و اینی گپا که دینی ها سحر و جادو و اینی گپا مثلا از امیان تحقیق میکنم، به خاطر که همین کتاب عقیده کست هم تو من نشته کردم میرم بحثای جدیدش. در این بخش عقیده و در بخش همین سحر و جادو و اینی گپا وقتی که رسیدم، باور بکنین که دیروز یک چند تا جدول در کتاب مخاندم، یک کتاب است و او را چند تا تصاویر دبای نزی آمده که عکس شیطان کشیده.
و در دل از این شیطان عکس شما است، دل شما است. نشست اعوذ، ما پناه گرفتیم به ابلیس، به شیطان. و این یک کسی که عربی رو نمیفهمه از روی از این کتاب تاویز میده. و اما کسی که خودش تاویز میداد و خودش دمی گپا مبتلا هست، همین کتاب خودش آورد پیش ما، گفت ما از روی از این کتاب ها تاویز میدادیم. و دو به زبان عربی این درس ها بخیر بر ما برسه، من کل از رو تصاویرش میگیرم و در کتاب خود چاپ میکنم. یعنی او را کسی که یک کمه که عربی را هم بفهمه، او را میبینه که در اونمون نشته است که من پناه میگیرم به ابلیس، اعوذ به ابلیس، خلاص این کل یادی میفهمه. چی من اعوذ به ابلیس؟ یعنی من پناه میگیرم به کی؟ شیطان. و این کفر است. و یک کسی که مثلا ادعا میکنه که من شیخ هستم، مثلا من اولادی فلانی آقا صاحب هستم، من از نواسای پیغمبر هستم، از اولادای پیغمبر هستم، من فلانی جی هستم، و حتی خود به درجه کرامت میرسنه، چون این بیچاره ملامت نیست، عقیده را نمیفهمه. جادوگرا کتابای جادویی را جور کردن به نام تعویزات، گلزار تعویزات، نقش سلیمانی، مچم بسیار نامای عجیب غریب که در این بازار، در این پشت مسجد پلخشتی اینجا که بیری کتابا فروخته میشه. اون خلاصو کتابا میگیره، مسئله پیسه هست، از روی زمین کتاب تعویز نوشته میکنه و بیچاره عربی رو نمیفهمه و عقیده رو نمیفهمه. پس چی گفت میگم این نقشه هست؟ مقصدم این نقشه برای من گفته اونجا نشته است که این نقش برای دوستی بین خانم و شوهر است، اینی برای تفرقه بین خانم و شوهر است، اینی مثلا قلب چطور کاری کرده، همین عنوانش رو نوشته کرده و ای از روی ازی گرفته، فقط همون نقش هم میکشه و قلم هم میته، خلاص. و ای هم خودش کافر میشه و هم امو کسی که به اینمی تعویز و به اینمی کلمات کفری که نوشته کرده عقیده میکنه، هم کافر میشه و در شرک مبتلا میشه. از این خاطر الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان چی میگه؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. فَعْلَمْ بدان امرس انه لا اله نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانون تطبیق قانونش تطبیق شوه الا الله بغیر از الله سبحانه و تعالی. شرف و عزت عقیده توحید هم دربارش گفتیم که عقیده توحید عزتش در چی است؟ هر علم عزتش از موضوعش معلوم میشه. موضوع انجینیری چی است؟ ساختن تعمیر است. پس عزت انجینیری به می اندازه است که انسان ها به خانه ضرورت دارن. عزت علم زراعت چی هست؟ که برای ما غذا و ایگپا را تهیه و ترتیبش را نشان میده. عزت علم نحو در چی هست؟ که ما الفاظ قرآن و تراکیب قرآنی را درست می فهمیم. و عزت علم عقیده در چی هست؟ موضوع چی هست؟ ذات، صفات، افعال و عبادت الله هست، الله شناسی هست. پس او علم که مربوط به شناخت الله میشه عالی ترین علم در جمله علوم است. و شاگردی که در حلقه درس خالق شناسی میشینه با عزت ترین شاگرده در بین کل شاگرده، چرا که موضوع ازی بسیار مهم است. خالق همش نسی این حال مردم چرا به غیر الله رجوع میکنن؟ چرا ایواز یا الله یا مخلوق میگن؟ از یک مخلوق چرا استعانه و استغاثه میکنن؟ مشکلش جایی است که در حلقه عقیدی که از قرآن او را گرفته باشن عظمت خالق نشناخته. مخلوق برازی زیاد گفته شده، زیاد گفته شده، زیاد گفته شده، مخلوق برازی عظمت پیدا کردن. از این خاطر وقتی که مشکل برش پیدا میشه، همیشه انسان در مشکلات خود با کسی رجوع میکنه
که در فکر و در نظر و در اندیشه و عقیده از او و بسیار با عظمت است، مشکل کشا است، حاجت روا است. این حال اگر کس خالق شناخت و باز میفهمه که مشکل گشای ما الله است. چرا قرآن میگه که اما یجیب المضطر اذا دعا، کی هست که اجابت دعای کسی بکنه که در سختی قرار داره، در حالت اضطراری هستی؟ میگه تو کی تو را میتونه اجابت بکنه دعای تو را؟ این حال بس اجابت کنید دعا الله هست. و یکشف السوء و از پیش تو امی بدی ها را دور بکنه، کی میتونه؟ الله. این حال اگر کسی عقیده توحید درست میفهمید، من از این خاطر بسیاری وقتا میگم که اگر یک خطیب مسلمان و خطیبی که واقعا عقیده را بفهمه که 13 سال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه فقط درس عقیده میداد، باز این خطیب 99 جمعه را در 99 نام الله تخصیص میده. یک جمعه الله را معرفی میکنن، یک جمعه الرحمن برای مردم تشریح میکنن، یک جمعه الرحیم تشریح میکنن، یک جمعه المجیب تشریح میکنن، یک جمعه الرقیب القیوم که اسماء الله الحسنا هست. اینه در هر جمعه که برای مقتدی خود تشریح کنه، پس مقتدیش میفهمه که اوهو ای ذات با عظمت است که باید در هر مشکل به او رجوع بکنیم. ایلهم مع الله، آیا امرای الله دیگه الههایی هست؟ اما اگر تشریح نکرد، ما یک روز دستان در پوانتون بودم سر از این مشکل عقیده گفت میزدیم، گفتم کی میتونه برای ما یک 10 دقیقه در باره شخصیت حسین رضی الله تعالی عنه گپ بزنه؟ 10 نفر معسل دست خدا بالا کرد، گفت استاد ما 10 دقیقه در باره حسین رضی الله تعالی عنه برات معلومات میدیم. آفرین. کی میتونه در باره فلانی شخصیت سیاسی 10 دقیقه گپ بزنه؟ یکی گفت ما گپ میزنم، دیگه گفت ما گپ میزنم، دیگه گفت کی میتونه 10 دقیقه درباره فلانی زیارت گپ بزنه؟ همین زیارتایی که در کابل است. یکیش گفت ما سر گپ میزنم، دیگه گفت ما گپ میزنم. گفتم کی میتونه که درباره صفت رقیب الله 2 دقیقه گپ بزنه؟ متوجه شدی؟ هیچ کس دست خدا بالا نکرد. کی میتونه 2 دقیقه در باری یکی از اسماء الله الحسنا القیوم است؟ کی میتونه گپ بزنه؟ کلی خاموش. این گفتم دیدین مشکل کجا هست؟ ما اسماء الله الحسنا که جزء عقیده ما است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت اللهم اینی اسألک بأسمائک الحسنى، و موت معنای زریات نداره. این حالا چون مخلوق گفته شد گفته شد گفته شد، در نظر ازی انسان ها چی زیاد بزرگ جلوه کرد؟ مخلوق. و خالق هیچ دبارهش گپ زده نمیشه. خاطر این مشکل. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم انه لا اله الا الله، بخاطر و اقیم الصلاة امر الله هست. روز 5 مرتبه نماز میخونی، روز 5 مرتبه وضو میکنی، و اگر بگویم کدام کتاب های فقه را خواندی، برای میگی کتاب خلاصه را خواندیم، که مچم قدوری را خواندیم، که کنز را خواندیم، که منیت المصلی را خواندیم، که اما اگر پرسانش کنیم که
عقیده قرآن چقدر که فعلم انه لا اله الا الله چند درس خواندی؟ میرسن مگه هیچ نخواندی؟ میره هیچ نخواندی. اگر خواندی ما غالبا خواند، اگر عقیده را میخواند در بعضی جایی والا معتزله اوتو گفت، جبریه اوتو گفت. معتزله و قدریه 9 قرن قبل بود. سلاح را گرفتیم دشمن هیچ وجود نداره؟ جوابایش را گفته میریم. یک وقتی برای ما یک درس میخوانیم معتزله گفتن اگر معتزله اوتو گفت ما اوتو میگیم ما دیگه خوب حفظ کردیم. که حالا ما یک معتزلی را گیر کنم برم در جانش خوب کتش دلیل بگویم. خوب دلایل یاد گرفتیم که اگر معتزله تو گفت جوابش چطور است، اگر معتزله تو گفت جوابش چطور است، اگر جبریه تو گفت جوابش چطور است، اگر قدریه تو گفت جوابش چطور است. خب اینو خلاص کردیم گفتیم استاد علی یک سوال آخری تو برام یک معتزله رو نشون بده که ما بریم در جانش دیگه بخیر. گفت نه بچه‌ای والله خب معتزله در زمان هارون رشید و مامون رشید وجود داشت. امام بزرگ امام احمد ابن حنبل رحمه الله بر ضد از او خیست و ایره چی کرد؟ نابود شدن. علما این وقت که میفتن قرآن مخلوق است و چطور است و چنان است اینی گپا را کشیده بودن یار علما خیستن با دلایل قوی از بین بردن. خیال چی هست؟ آل صاحب آل چی هست؟ آل صاحب شیطان پرستاز فریماسونرز در پوانتون ها کی کار میکنه؟ فریماسونر کار میکنه، شیطان پرست. موسیقی را آورده بلک میتل، هیوی میتل، از طریق موسیقی مردم ها به پرستش شیطان وامیدار. کی کار میکنه؟ نصرانی سازا آمدن، کشیش ها از امریکا و از اروپا آمدن و اینجا مثلا در شهر کابل کلیسا جور کردن و جوانا را میبرن و اونجا برای زینا عقیده سه خدایی را درس میدن. اینجا چی هست؟ اینجا صاحب فلسفه های ماتریالیستی درس داده میشه که مارکس و انگلس و لینین این فلسفه ها را تشریح کردن. فلسفه هیگل درس داده میشه، فلسفه کانت درس داده میشه. مدرسه ما هیگل و کانت و تنسیر و استشراق و یعنی ایش نمی فهمه. اما معتزله را خوب میشناسن. وقتی که من در صنف انگلیسی رفت شاگرده آمدن پیش ما که استاد فلان استاد آمده از امریکا و بر ما عقیده برام چیز عقیده نصرانیت برای ما درس میده و اینی سوال میکنه و اینی سوال میکنه و اینی سوال میکنه. استاد آیا عیسی علیه السلام بچه خدا بود؟ خدا چند تا بچه داشت؟ محصل پوانتون پرسوال میکنه از کجا پیدا کردیره؟ والا فلانی استاد به انگلیسی برای ما میگه که Jesus Christ is son of God بچه خداوند است، سیره خداوند روان کرده به خاطر از اینکه چطور شد و شما را نجات بده و شما ملعون بودین و چطور بود چطور بده. بعد از اون ما خیستیم کتاب نشه کردیم 50 دلیل رد نصرانیت بازی را کارخانگی دادیم برای محصلین دیپارتمنت انگلیسی که یا این دلایل حفظ بکنن و باز دیگر از که استاد بیاین یا خیستن در مقابل استاد استاد شدن که استاد چی بکنیم. گفتن خب او خدای پدری که تو میگی که بچه خدا روان کرد این بچه‌شو خوب آدم شد، ای پدری که بچه خدا برد دست دشمنا داد که تکه تکه کنن و که میخ در کلش بزنن این ظالم نشد. باز باد دی استاد امریکایی گفت این دلایل از کجا پیدا کردین؟ باز باز گفت که I don't want to talk about religion. من صرف وام رفته بودم ششتم کتش گفت من نمیخوام درباره ریلیجن گپ بزنم. من دست خدا بالا کردم گفتم We want to talk about religion. ما میخوایم درباره دین گپ بزنیم. گفت چرا؟ گفتیم تو این از امریکا اومدی ما رو در دوزخ میبری، ما تو رو دمتون لش میبریم در جنت. بیا که ما جنت برو وال مقال کرد که دکتر باری دین گپ نمیزنیم چطور نمیکنیم چطور نمیکنیم. اینا رو که عقیده رو نفهمید اما حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که در آخر الزمان مسلمان ها مثل چی هست؟ مثل یک کاسه وارست کاسه رو اینجا ماندی 16 دست دراز میشه لغمه گرفته میرن.
مسلمان ها عین گپ است. یهود اینجا است، نصرانی اینجا است، شیطان پرست اینجا است، بیدین اینجا است، سیکولر اینجا است، کمونیست اینجا است، فلانی فلانی است. یک جوان ببینی که سر از این 20 چند مملکت کار میکنه تا که جوانو چی کنه؟ از صراط المستقیم منحرف بسازه. خیلی دوا در کجا هست و شفا در کجا هست؟ دمو قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که میگه بر شما چی رو ترک کردم؟ کتاب الله مسلم، قرآن بخون، عقیده قرآنی رو بفهم، ان شاء الله تعالی نجات پیدا میکنی و سنت و سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وسیله نجات است. به می خاطر عقیده علم توحید این چیز است. و در فضائل شام گفته بودیم که قبول شدن اعمال است که اعمال مسلمان چه وقت عمل انسان قبول میشه؟ وقتی که موحد باشه. اما برادر عزیز و محترم ما که قبلا فال میدید و روی تاله میدید و یه گپا میدید شام میمان ما بود در دفتر تا شام شام با شام آمدیم خانه که دزی ششتیم و ما هر کلمه گپ از او برای ما یک درس عقیده هست باور بکنیم. گفت ما چی میکردیم؟ و این کتاب های ما فالبینی ها چی میکنه؟ و این جادوگر ها چی میکنه؟ اول یک نفر در شرک مبتلا میکنه، قلب زیره به غیر الله وصل میکنه. وقتی که مشرک شد باز برش نصیحت میکنه که نماز بخوان، ریش تبان، مویت خوب کل کو، در کلیت یک دانه چلتار بسته کو، خوب ذکر بکو، خوب تسبیح هزار دانه ای بگی. چرا؟ به خاطر که شیطان از موتو کده ای آیت قرآن خوب میفهمه که لئن اشرکت لیحبطن عمل. وقتی که شرک آوردی کل اعمال تو از بین میره. ولیحبطن اینه گفتم تانده او افته هم که حبط فعل یحبطو فعل مضارعی هست و اینه کسایی که گرامر یا زبان شناسی عربی رو خوانده ای باز میفهمن در اونجا در نحو در اینجا باز استاد میگفت که لام لام توکید است. یعنی وقتی که میگی لئن اشرکت یحبط عملک، اگر شرک آوردی عمل تو از بین میره. اما وقتی که گفت که لئن اشرکت لا یحبط عملک، اگر شرک آوردی حتما تو اعمال نیک تو چی میشه؟ از بین میره. پس لام حتما باز نون داخلش آوردن. اینه باز میگه نون توکید ثقیله هست، یعنی که حتما حتما لئن اشرکت، اگر شرک آوردی از این آیت چه قسم میفهمی؟ لئن اشرکت یعنی نحو صرف که علما میخوانن اهمیتش دمی قسمت است که در قرآن شناسی صرف و نحو بسیار آدم چی میکنن؟ کمک میکنن. لئن اشرکت اگر شرک آوردی لا حتما یحبطو از بین میره، لا یحبطن لام یک دفعه حتما، نون دیگه دفعه حتما، باز دیگه نون، دو تا نون است، یک تا لام است. این کلش بر توکید است. یعنی او برادر متوجه باش که اگر شرک آوردی اینمی اعمال صالحه تو از بین حتما میره، حتما میره و حتما میره. از این خاطر جادوگر فالبین این مردم ها چی میکنن؟ یا انسان در شرک مبتلا میکنه. وقتی که در شرک در دام افتاد بازو میکنه تسبیح چی بگی؟ هزار دانه ای بگی، خوب لنگی کلان بسته بکن، خبر بزرگت در پایش سجده کن، لنگی اینه کته، ریش هم خوب کلان، چپن هم خوب بزرگ، چپا کاکلا هم دیگه مای تابان. لیکن در کجا سجده میکنیم؟ به مخلوق. و سجده کردن عبادت است و وقتی که عبادت به غیر الله کردی او رو در عبادت الله چی کردی؟ شریک کردی. لا یحبطن عملک، عملو چی شد؟ این حال دیگه نه هیچ چیزت به دردت نمیخوره. حال سید تمام روز دلت که قوالی میخوانی، دلت ترانه میخوانی، دلت خیزک میکنی، دلت هر چی میکنی و تا به شام شیطان میگه زامت بکش. هندوستانی خدای ناراست، این بیچاره زحمت میکشه. اما اصل مرض در چی است؟ که او در این مرض خطرناک شرک ایره مبتلا کرد. بازیگه هر قدر که تسبیحات و ذکر بکنه و هر قدر بکنه و شیطان بگه بکن، چرا؟ به خاطر بدردش نمیخواد.
از این خاطر میگن یکی از فضایل توحید چی است؟ که در توحید اعمال انسان چی میشه؟ قبول میشه. عملی که قبول میشه؟ عمل انسان موحد، کسی که در ذات الله شریک نداشته، در صفات الله کسی را شریک نکنه، در افعال الله کسی را شریک نکنه، در عبادت الله کسی را شریک نکنه، نام الله که مختص به الله است غیر الله را در اون شریک نکنه. خب دیگر صفت فضایل توحید چیست؟ حلقه درس توحید واقعیده گرفتن اعمال نامه به دست راست است. کی اعمال نامه را به دست راست میگیره؟ انسان موحد یکتا پرست. فاما من اوتی کتابه بیمینی فیقول ها امقرأ کتابی اینی ظننتو انی ملاق حسابی. کسایی که به دست راستش دفتر اعمالش داده میشه باز افتخار میکنه موحدین که ما در صف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم، ما پیروان قرآن هستیم چون عقیده خدا از قرآن عظیم الشان گرفتیم، ما پیروان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم چون از صحیح البخاری و صحیح مسلم عقیده خدا گرفتیم. اما تو انسانی که صحیح البخاری را امیال کسای پیدا شده صحیح البخاری را ناصحیح البخاری میگن، حدیثه که برش بخوانی میگه یا اهل حدیث است، تو چطور صحیح بخاری رو بر ما میگی؟ تو چطور مشکات المصابیح بر ما میگی؟ یا اهل حدیث است، گفت از یه را قبول نکنم. بناله کی شاهد نامه خدا بعد سراس خود میگیره؟ انسان موحد. سوم برای انسان موحد است که سختی دنیا و آخرت برش آسان میشه. وقتی که عظمت خالق در قلبت بود با این عظمت خالق میفهمی که روز قیامت است. از امریکا نمیترسی، از یک عالم میگفت کان لموسا فرعونا ولنا فراعنه. موسی یک فرعون داشت، ما فرعون ها داریم، چرا از فرعون نمی ترسی؟ ما حالا فرعون هم داریم، نمرود هم داریم، شداد هم داریم، هامان هم داریم، لیکن به نام های جدید و تخلص های لکس لکس، چرا نمی ترسی از فرعون و هامان و شداد و نمرود؟ به خاطر ازی که می فهمی که 50 سال بعد یا 60 سال بعد نهایتش 100 سال بعد اینمی کسایی که در این مسجد ششته او که به خاطر درس هم آمده 100 سال بعد زیر خاک است، اگر حسین رضی الله عنه شهید نمیشد میمرد، اگر حضرت علی شهید نمیشد در مرگ عادی میمرد، اگر عمر رضی الله عنه شهید نمیشد در مرگ عادی میمرد، اگر صحابه کرام اینجا در افغانستان و در چین و در اندونی در کشورهای دیگی که قبرایشان است در اینجا شهید نمی شدن می مردن. این حال او کسی که مرده و او کسی که شهید شده، او کسی که بخاطر الله تسلیم است و او که بخاطر غیر الله کار میکنه در روز قیامت، این حال هر انسان که هوشیار است فکر میکنه که پروردگارم کاری نکنم که فردای روز در مقابل مخلوقات رویم سیاه باشه، شرمنده باشه، اذیت رساندن به یک مسلمان، زدن یک مسلمان، شیطانی کردن یک مسلمان. ساده هست، هر کسی کار کرده میتونه، لیکن کاش که یک هزار سال مثل قوم نوح علیه السلام رو یک هزار سال عمر میداشتی بازم میگه برو هزار سال عمر داره یک عیش خدا خود نوش خدا میکنه. اما نمیبینی که چقدر فرعون های اینجا بودن و مردار شدن و رفتن، چقدر روز غلام های خطرناک داشت. اما از این دنیا رفتن، پس چی است؟ انسان در دنیا راحت است،
اگر یک خار در پای یک مسلمان میخله، فکرتان باشه، اگر یک خار در پای یک مسلمان میخله به خاطر که مسلمان است، یک خار در پایش چخ میشه، در مقابل از این روز قیامتی پاداش میگیره. تصور کن که یک نفر به خاطر اسلام یک سیلی بخوره، به خاطر اسلام یک دشنام بخوری، این حال وقتی که برای دعوت اسلام برامدی، حتما لقمان حکیم بود، برای بچه خود گفت که وامر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر على ما اصابك، صبر کو به آن چیزی که برای تو مصیبت میرسه. پس سختی دنیا و سختی آخرت برای کی آسان میشن؟ برای موحد. چرا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، نگفته که با دست سلیم، چشم سلیم، گوش سلیم، قلب سلیم. الا من اتى الله، قلب سلیم کدام قلب است؟ قلب است که در او قلب بغیر از محبت الله و عظمت الله چیز دیگه وجود نداشته باشه. غیر الله کلش غیر الله هست، بنده هست، مخلوق هست، محتاج هست. آن کسی که با حزمت است الله است، اینی از قلب سلیم. در دنیا اگر انسان موحد کچالو خورد، باور بکنین کچالوش مزه‌دارتر است از کباب انسان بیدین. تو چشم داشتی که حقا نمیدی، آل در روز قیامت مستحق چشم میسی. قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا، ای پروردگار چرا من کور خلق کردی؟ من خوب بینا بودم. الله در جوابش میگه که لقد اتت که آیاتنا فنسیتها، دلایل قدرت خدا برات نشان دادیم. تو به چشمت کدام روز فکر کردی؟ یک روز گفتی الهی شکر به خاطر میدو تا چشم، میدو تا گرده اوریجینال، اوریجینال شکر کردی کدام روزه؟ کدام روزی قلبت شکر کردی؟ ای چند لیتر خون که برات مفت تمام شب کچالو خورده میری، لکس خون در وجودت هست، کدام روز شکر کردی؟ این معده تو گوشت شتر هضم میکنه، شکر کردی؟ این دستی که برات داد شکر کردی؟ لقد اتت که آیاتنا. سعدی رحمت الله چه خوب میگه که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. من باز چی میگم؟ میگم چشم نگار جان سبز، هر چشم انسان دفترش معرفت کردگار. ابرویت یک دفتر است، چشم دیگه دفتر است، گوش دیگه دفتر است، زبان دیگه دفتر است، دندانای هر عضو بدنته. و فی انفسکم، در نفسای خود چرا فکر نمیکنین؟ چرا تدبر نمیکنین؟ اگر یکم تدبر کنین باز میگه که الله شکر پروردگار، یا الله تو رحمان هستی، تو رحیم هستی، تو حکیم هستی، تو واقعا ذات رحمان رحیم هستی، کلی اعضای بدن مرا مفت برمده. این حال چیست؟ از خاطر انسان موحد یکی از آثار توحید چیست؟ سعادت، آرامش دنیا و آرامش آخرت است. آرامش یک کسی گفت، یک دانشمند امریکایی تحقیق کرده بود، او گفت من از هر کسی پرسان کردم که آرامش چی هست؟ امنیت چیه؟ سیکوریتی، آرامش ذهن در چی هست؟ گفت یکی گفت در موتر، گفت رفتم موتر داره که آرامش نداره. گفت یکی گفت در خانه، رفتم که خانه دار از بی خانه که بسیار دغم است. گفت بعضی گفت پیسه داشته باشی، او کسی که در خانه خود یک دو لگر پی داره، تو برو در خانه یک دو لگر پر بان بی بی تا صبح خواه نمی بری. وقتی که انسان موحد باشه ام در دنیا و ام در روز قیامت. اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. در مروز قیامت هم کسی که عمالامش به دست راستش داده میشه و او بر موحد داده میشه، فهو فی عیشة راضیه، در امت عیش راحت میباشه، راضی میباشه از اون حالت، زندگی آرام میباشه، همه چیز هست. پس هم در دنیا راحت است، هم در آخرت. دیگه از چیزای فضائل توحید چی است؟ که انسان که مانع باقی ماندن در دوزخ. چی مانع باقی ماندن در دوزخ؟ فکرتان باشه که
که انسان‌های موحد گناهکار الله نگاه ما کنه، الله عفو کنه، گناهکار هستیم، لکن انسان موحد گناهکار به اساس گناه خود در دوزخ میره. یعنی دوزخ کس برای کفار است و برای انسان‌های فاسق و فاجر و گناهکار است. کسی که گناه میکنه در فسق داخل شد دیگه، اینال اینی گناه ها این گناهکار در دوزخ میره. لکن فرق بین کافر مشرک و منافق و مرتد و کمونیست و بیدین و اینی گپا و سیکولر و اینی مردم ها و بین انسان موحد چی هست؟ که او انسان منافق و او انسان کافر و او انسان مشرک و او انسان مرتد یا باز دائم در دوزخ میمونه، اما انسان موحد به اندازه گناه خود به دوزخ میره. اگر الله بخشیدش و شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله در حقش قبول شد، شفاعت قرآن قبول شد، شفاعت درس عقیده قبول شد، شفاعت خانه الله قبول شد، شفاعت علمای بزرگ اسلام، حافظای واقعی قرآن، مجاهدین اسلام، شهدای اسلام که بر از اینا هر کدام مطابق رتبهش اونا شفاعت میکنن، اگر شفاعت ازی در کسی گناهکارایی که ما شما هستیم الله شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نصیب ما شما بکنه، شفاعت صحابه کرام نصیب ما بکنه، شفاعت شهدا و مجاهدین اسلام نصیب ما بکنه، اینال ای چی است؟ اگر باز هم این رفت و دوزخ، باز این دائما به دوزخ نمیمانه. موحد اینمی یکی از چیزهای توحید است. دیگه سبب بخشش گناهان الله سبحانه وتعالی رحمتش بالای موحدین است. حتما که با شما گناه میکنیم، کی میگه گناه نمیکنیم؟ باور بکن هر کدامتان یک روز ما محاسبه کردم خدا با دیگران، خدا با دیگران. وقتی که محاسبه کردم دیدم که ضعیفترین انسانی که در نظم بسیار ضعیف می هزار چند از مکده رتبهش بلند است، من هزار چند از او کده گناهکارتر و ضعیفتر هست. متوجه شدید؟ اگر گناه خدا بگذاری در یک لست و با دیدن به طرف گناه خود بازدگار محاسبه کنی. همین استاد کوثر چطور است؟ وقتی که سعی میکنم گناه های خدا و اشتباهات خدا میگم 5000 مرتبه استاد کوثر رتبهش از مکده بلندتر است به نظر خودم، 5000 مرتبه. قاری طاهر چند مرتبه؟ 4999. خردترین انسان پیادی دفتر 1000 مرتبه از مکده رتبهش بلند. و اگر این قسم زدیم بسیاری کسا که دیگار رو میگه که چطور است و چنان است، سون گناه خود فکرش نیست. نه محاسبه که میکردی با دیگر خود محاسبه میگه مقایسه میکردی، از این خاطر میگه که همه کل مردم دنیا که از کل مسلمان ها از مکتب خوبتر است، آخری و ضعیفترین. از این خاطر عمر رضی الله تعالی میگه اگر در روز قیامت صدا شود که کل که در جنت بره یک نفر در دوزخ بره، من میترسم همون منش باشم. اینقدر خدا در خوف بوده و میگفتن هر کل که در دوزخ بره و من یک نفر در جنت بره، امیدوار بودم که من برم. و دیگه ششمین و آخرین نقطه‌ای که در چی است اینمی بود که سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت الله سبحانه وتعالی نصیب موحدین میکنه. انشاءالله درس که اقسام توحید در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است، انشاءالله هفته آینده میخوانیم. سبحانک اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك واتوب اليك. الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله.